شنوندگان گرامی، دیشب در منزل زوج جوانی دعوت داشتیم و از صفای آنان و محبتی که در آن خانه موج می‌زد لذت می‌بردیم. چشمم به یک قاب نقاشی زیبایی که بر دیوار مقابل آویخته بودند افتاد. مدتی به آن خیره شدم. زمینه زیبا با رنگ‌های مانند قوس قزح که مانند تلالویی که از برورهای تراشیده منعکس می‌شود داشت و بر روی آن از گوشه بالا تا گوشه پایین قاب قوس نازکی بود شبیه بال عقابی که پر گشوده باشد. این قوس بر آن زمینه لطیف رنگارنگ حالت برجسته‌ای پیدا می‌کرد، گویی سه بُعد دارد و چشم انسان را از عالمی به عالم دیگر می‌کشاند. صاحب خانه که مرا شیفته آن تابلو دید گفت با نقاش این تابلو آشناست و آن را در نمایشگاهی که چند سال پیش درست کرده بود خریده و با او دوست شده است. گفت این نقاش در حدود 40 سال دارد، قلبی لطیف و مهربان دارد، تمام ساخته های هنریش آرامش در انسان پدید می آورد، خطوطش رسا و منظم است و مانند بعضی از نقاش های دیگر در هم پیچیده و مشوش نیست. صاحب خانه ادامه داد که او مقداری از درآمد خود را به مؤسساتی برای کمک به اطفال مستعد و بی‌بضاعت تقدیم می کند تا از آن راه بتواند به آنها کمکی نماید تا استعداد خود را پرورش دهند. برای تلطیف احساسات بچه‌ها چند سال زحمت کشید و یک بازی اختراع کرد که بچه‌ها را به جای رقابت با یکدیگر همکاری با یکدیگر بیاموزد. این روزها انواع بازی‌ها برای بچه‌ها درست شده و بازیچه‌های متعددی اختراع کردند، حتی بازی‌های کامپیوتری متعددی ترتیب دادند که کودکان را از خردسالی به آموختن کامپیوتر تشویق نمایند. بعضی از کافه‌ها حتی مطب پزشکان دستگاه‌های کامپیوتری کار گذاشتند تا بچه‌ها را مشغول کنند و از شیطنت در آن اداره باز دارند. اما همه این بازی‌ها بر اساس جنگ و جدال است، مقابله دو طرف است و غالبا خشن و پر سر و صدا است و این حالت خشونت و پرخاشجویی را از کودکی در آنان پرورش می‌دهد و حالت جنجال و ناآرامی را در آنان تمکن می‌دهد. اما این نقاش هنرمند خیرخواه به فکرش رسید که بازی‌های درست کند و بازیچه‌های بسازد تا به جای مقابله دو طرف رقیب و متخاصم، دو طرف با یکدیگر همکاری کنند و به هدف اون بازی برسند. در بازی‌های رایج کنونی هر کس که رقیب خود را کشت یا بر او فائق آمد برنده می شود. در بازی اختراع این نقاش پاکیزه دل برنده کسی است که در راه همکاری بیش از دیگری موفق شده باشد. چنین بازی سرگرم کننده و بی ضرر و حتی مفید انتظار می رفت که مشتری فراوان داشته باشد، اما معلوم شد که این نقاش وقتی بازی را تکمیل کرد و مخارجی را تحمل نمود
تا ابزار بازی را بسازد، آن را به هر مؤسسه‌ای که بازیچه‌هایی برای بچه‌ها می‌سازند برد و به آنان عرضه کرد، هیچ کس آن را نخرید. در شرق و غرب عالم، از ژاپن که در این فن بازیچه سازی معروف است گرفته تا اروپا و امریکا، به هر جا رجوع کرد آن را رد کردند و نخریدند. هیچ یک از آنها نگفت که این بازی ناقص است و معیوب است، باید تکمیل شود، بلکه همه از نظر فنی این بازی چرا تحسین کردند. اما گفتند ما بازیچه هایی را می خواهیم که حس رقابت و مبارزه در بچه ها تولید کند، نه صلح و آرامش. شنوندگان گرامی، ملاحظه فرمایید ما در چه جهانی و در چه دوره‌ای زندگی می کنیم که در آن صلح و آرامش مذموم است و جنگ و ستیز ممدوح. لازم نیست که به جنگ‌های موجود اشاره کنیم و بگوییم که چه ضررهایی می‌رساند و چقدر نفوس را به کشتن می‌دهد و چه خانمان‌ها را برباد می‌دهد. به هر جا نظر کنید همین روحیه سرکشی و پرخاشجویی را مشاهده می‌نمایید. در رقیبان تجارتی بنگرید که چگونه حتی به قیمت ورشکستگی طرف مقابل خود راه‌هایی می‌پیمایند تا او را از صحنه تجارت بیرون افکنند و بازار آنها را غصب کنند، و در این راه در بند این نیستند که چند صد نفر از کار بیکار می‌شوند و وضع زن و بچه آنها چه می‌شود. حتی در ورزش که نام تفریحات سالم به آن دادند، ببینید آتش رقابتی که بین دو تیم پیداست. مردمی را که کنار میدان نشسته و برای تیم خود هورا می‌کشند چنان تحریک می‌کند که بسا اوقات چاره از دست همه بیرون می‌رود و مردم به جان هم می‌افتند، نزاع و جدال در می‌گیرد، صندلی و بطری به سر یکدیگر می‌کوبند. و در آشوب‌ها و هرج و مرج‌های این تفریحات به اصطلاح سالم، حتی کشته‌هایی نیز بر جای می‌ماند. شنوندگان گرامی، خوب فکر کنید آیا زمانش نرسیده که ما طرز آداب و افکار و عادات خود را که مایل به خوی حیوانی طبیعی در بشر است تغییر دهیم و انسانیت را بستاییم و تن آدمی را به جان آدمیت شریف دانیم؟ آیا تاریخ نشان نداده است که هر چند یک بار سرداری از کشوری با سردار کشور دیگری به جنگ آمده، او را شکست داده و غنایمی به دست آورده است و چندی بعد چرخ فلک وارونه شده، کشور مغلوب بر سر کشور فاتح قدیم همان آورده است که قبلا بر سرش آمده بود؟ این دور و تسلسل باید تا به کی ادامه یابد؟ مخصوصا در این عصر که با سلاح‌های مهیب خرابی و دمار و زخم و کشتار به چند هزار برابر بالغ می‌گردد، چگونه ممکن است تحمل این وضع ادامه یابد؟ در برنامه‌ای که بهائیان طبق آیین خود دارند، تربیت کودکان از قدم‌های اولیه است
و در تربیت بهای کودکان برنامه باید طوری باشد که آنان را از هم زمان خردسالی برای وحدت جهان انسانی به بار آورد. اگر بازیچه صلح دوستی آن نقاش جوان پاکیزه دل امروز موفق نشد، فردا می شود و جز این راهی نیست و چاره‌ای نیست مگر اینکه آدمیان خردمندانه وضع خود را طوری مرتب نمایند که بتوانند در زمان جدید با هدف جدید و به منظور تحصیل سعادت جاودانی با یکدیگر همکاری نمایند. حضرت عبدالبها در یکی از آثار خود به پیروان امر بهایی چنین نصیحت می فرماید: حال باید احبای الهی در تأسیس بنیان عزت ابدی بکوشند، یعنی در بین خلق به اخلاق حق محشور گردند، سلیم باشند و حلیم، صادق باشند و امین، خاضع باشند و خاشع، خیرخواه گردند و مهربان، اطاعت حکومت نمایند و حسن الفت با جمیع امت. اگر چنانچه کسی طریق انصاف نپوید و ظلم و اعتصاف نماید، نباید اعتنا نمود، بل به مقابل جفا وفا کرد و به تلافی نیش شهد و نوش داد. اذیت را به رعایت مقاومت نمود و جهالت را به علم و فضیلت تقابل کرد، شتم و لطف را به ستایش و کتم ستر نمود و ضرب و زخم را به مرحب محبت معالجه کرد، به جمیع اسباب تشبث نمود که به اون و عنایت حضرت احدیت صداقت و امانت را در حق ملک و ملت ظاهر و آشکارا نمود. اساس سیئات نادانی و جهالت است، لذا باید به اسباب بصیرت و دانایی تشبث نمود و تعلیم اخلاق کرد و روشنی به آفاق داد تا در دبستان انسانی تخلق به اخلاق روحانی نمایند و یقین کنند که هیچ جهیم و سعیری بدتر از خلق و خوی سقیم نه و هیچ جهنم و عذابی کثیفتر از صفات موجب عتاب نیست، تا تربیت به درجه ای رسد که قطع حلقوم گواراتر از کذب مشعوم شود و زخم سیف و سنان آسانتر از غضب و بهتان گردد، آتش غیرت برافروزد و خرمن هوا و هوس بسوزد. هر یک از یاران الهی رخش و اخلاق رحمانی چون مه تابان بدرخشد و نسبتشان به آستان الهی حقیقی گردد نه مجاز. شنوندگان عزیز، این است که برای رفاه عالم انسانی حضرت بهاءالله تربیت عمومی و اجباری را که اساسش بر پرورش کودکان به عنوان یک انسان که در عالم وحدت و یگانگی
با سایر افراد انسانی از هر رنگ و از هر دین و آیین که باشد به آرامش و صلح و صفا زیست نماید، از لوازم سعادت بشر دانسته و اساس تربیت امروز را که خودخواهی و تعلق به یک وطن و یک دین و یک فرهنگ را که جنبه برتری و تفوق بر دیگران را ترویج می کند مذموم شمرده است. اگر تعلیم و تربیت جهانی بر این اساس قرار گیرد، یک یا دو نسل بیش نمی گذرد که مردم از این حس برتری و نفع پرستی شخصی و قومی که سبب این همه جنگ ها و مشکلات و بدبختی است نجات خواهد یافت و مساعی جمیله امثال آن نقاش خوشتینت خیرخواه دیگر به هدر نخواهد رفت.